الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت برحم. سلام و احترامات خدمت تقدیم شما شاگرد عزیز و ناظرین می کنم. امیدوار هستم تا ایده مجور و اثر حال باشین. شاگرد عزیز، شما حتما به درس گذشته دیدین که در رابطه با راستی صداقت به شکل درست شاید گرفته باشین، کارخانگیشم به شکل درست انجام داده باشین. ببین که امروز درس جدید داریم، ما که درس 14 داریم، عنوان درس ما مسئول با همه جا بخوانیم که عنوان بسیار مهم است. شما شاگرد عزیز با خواندن این عنوان بیشتر در مورد سل آگاهی حاصل میکنید و همچنان میدانید که سل چی خوبی های داره و نبود سل در یک کشور چی بدی های داره، این را میدانید و شما هم دقت و توجه شما عزیزان را میخواییم تا شما در مورد سل بیشتر آگاهی را حاصل کنید. گران زده کن که زخبل سلامون و احترامات است تا ورنده کام هیله من در امتدید اما روغ او جور سیگی او گران زده کن که هیله لرم چی تست تیر شوه درست چی در صداقت و رختینی پاک لو پس ما توګه باید زده کړو سیګه کورنۍ دندم په منظمه شکل ورته سرته رسول سیګه. نو راځي چې نن موږ خپل نوی درس چې د موږ سوال سم لوز ده د درس انوان موده 16 چې په ګډه سره ولولو. نو ګران زده کوونکو د نننی درس په لوستلو باندې به تاسو ګران زده کوونکو په دې پوه شئ چې 16 چې څه ویل کیږي، د یو د سولې شتون په یو هېواد کې څه ګټه لري او نه شتون یې، یعنې نه اوسېدل څه زیانونه لري. نو تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو د سولې په هکله په دري او په پښتو ژبه په سمه توګه خبرې اوسې کولی. نو لاړ به سو د کتاب لور ته وګورو چې کتاب کې موږ ته د دې درس هدف کې موږ ته شیره کړی. شاګرد عزیز، میرم به طرف کتاب ببینیم که در رابطه به درس که ما میخوانیم کدام موضوعات به ما داده و هدف از درس که ما میخوانیم چی است. در اینجا به ما گفته شاگردان متن درس را درست بخواند، بنویسد و در مورد ارزش و اهمیت صلح آگاهی حاصل کنند. علاوه بر خواندن و نوشتن، شما شاگرد عزیز باید درس را که میخوانین، متن را که میخوانین، شما باید در مورد او آگاهی داشته باشین، یعنی بتوانین در موردش معلومات حاصل کنین، زیانهایش، فوایدش، بودنش، یا همش باید شما چی کنین بدانین و در موردش آگاهی حاصل کنین. گران زده کوونکو، د موږ د نن درس د درس موخه دا ده چې زده کوونکو د دې تر څنګ چې درس په لوستلو او په لیکلو زده کوي باید د سولې په هکله هم معلومات ولري. باید په دې پوه شي تاسې ګرانه زده کوونکو چې سوله کومه ښېګڼې لري، کومې نه اوسېدلې په یو هېواد کې، کومې بدیګانې لري. او ګرانه زده کوونکو، ولې مهمه ده تاسې باید د دې په اړه معلومات ولرئ تر څو د بل چا په مقابل کې تاسې اوسې کولی دا معلومات اراک کوي. نو ګرانه زده کوونکو، لاړ به سو خپل د متن لور ته. په دې متن کې موږ ته ډېر یو ښایسته شعر راوستلی ده چې دا شعر به موږ په دري ژبه ولولو. تاسې هم پاملرنه وکوئ چې په دې شعر کې موږ ته څه شی ولي. نو لاړ به سو د متن لور ته وګورو چې متن کې موږ ته څه شی راکړي دي. دا متن ګران زده کوونکو پاملرنه ولري، شعر ده، وګورو چې په دې شعر کې موږ ته څه شی ولي. خب شاگرد عزیز، میریم به طرف شعر خود. در متن درس به ما شعر آورده، شعر بسیار زیبایی در مورد صلح. ببین که یکجا با هم بخوانیم. در اینجا گفته: ای کبوترهای صلح و دوستی، با دو بال خود چی آورده اید؟ مهر و آزادی و شور و خنده را تا کجا در قلب ها پرورده اید؟ پرزنان در آسمان بیکران می رود آنجا که جنگ و مهنت است، تا رساند این پیام گرم را کای بشر خون ریختن ها وحشت است. از فراز کوهساران بلند می دهد فرزندی این کشور پیام، ای کبوترهای صلح و دوستی، بر همه خلق جهان از ما سلام. شاگرد عزیز، شما دیدین که در اینجا در شعر کبوتر به ما آورده، یعنی کبوتر خودش شاگرد عزیز در مملکت ما کبوتر سفید که مکمل سفید باشه نشان آزادی و صلح را میده که در اینجا هم کبوتر در شعر به ما آورده و در شعر قسم کبوتر تعریف کرده که بسیار زیاد در قله های بلند آسمان میره، در فاصله های بی سرحد، تا پیام صلح آزادی را به بشر خود برساند و به مردم خود برساند. و همچنان در این شعر به ما گفته که امی کبوتر با امی مهر و محبت و آزادی و شور خنده را تا کجاها در قلب خود پرورده است، یعنی تا کجاها در قلب خود او را چی کرده نگه داشته تا به مردم این پیام خوشحالی را بدهد که در وطن آزادی و آرامی آمده. پس شاگرد عزیز، بیان که شعر به طور خلاص براتون به زبان پشتو هم بخوانم تا شما شاگرد عزیز بیشتر بدانید. گران زده کوونکو، هیله مندیم چې دا شعر په پښتو ژبه زده کړی اوسېږي. لاړ به سو دا شعر تاسو ته په دري ژبه وبخښئ. ګران زده کوونکو، هیله مندیم چې زده کړی اوسېږي. لاړ به سو خپل دې شعر ته دا شعر زه تاسو ته په ډېر خلاصه توګه په پښتو هم معنی کوم تر څو تاسو د دې درس معنا او مفهوم په سمه توګه واخلئ. دلته ویلي: ای کبوترهای صلح و دوستی، با دو بال خود چی آورده ای؟ یعنی ای د سولې کوترې، ای د سولې او دوستی کوترې، تا د خپل د دو وزرو سره تا چی شی راوړی دی موږ ته؟ مهر آزادی و شور و خنده را تا کجا در قلب ها پرورده اید؟
یعنی هغه محبت، خپلواکۍ، خندا او ازادۍ، شور و شوق تا تر کوم تا په خپل په زړه کې څه رقم روزلی دی او تر کوم ځای پورې موږ تا د ده څه وخت به ته د ده خبر موږ ته راکړې. پر زنان در آسمان بیکران می رود آنجا که جنگ و محنت است. گران زکان که دلتا اشاره سول تا کوتر تا ده، یعنی دغه کوتر چې تر ډیر بی سرحد پاسمانو که تر ډیر بی سرحد زیون پوری الوتنه کوي، هلته ځي د دې لپاره چې د جنګونو او محبت او محنت لپاره، یعنی بی پایله ځایونو ته ځي تر څو چې د جنګونو نه تیریږي، تر څو چې موږ ته د سولې پیام راوړي. تا رساند این پیام ګرم را کای بشر خون ریختنها وحشت است. تر څو پورې چې دغه د کوترې سوله موږ ته پیام راوړي د دې لپاره چې د سولې پیام موږ ته راوړي او ووایي چې آی انسانانو یا آی بشر دا ټول وحشتونه او دا ټول وحشتونه چه شوي له منځه تللي. از فراز کوهساران بلند می دهد فرزند این کشور پیام، یعنی د جیګو جیګو د جیګو او غرنیو زایونو نه د دې هیواد اولادونه یا بچیان موږ ته دا پیام رسوي. ای کبوترهای صلح و دوستی بر همه خلق و جهان از ما سلام، یعنی ای د سولې او دوستی کوترو ټول جهان ټوله نړۍ په تاسو باندې چې کوي سلام وایي. نو ګرانه زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو دا درس په سمه توګه زده کړي اوسئ. لاړ به سو د دې درس لغاتو ته. هغه کوم لغاتونه دي ګرانه زده کوونکو؟ کبوتر یعنی کوتره، صلح چې په پښتو کې ورته سوله ویل کېږي، مهر یعنی مینه یا هم محبت، کوهساران یعنی غرنی، بیکران یعنی بی سرحده ورته ویلی سو، بی پایله هم ورته ویلی سو، بال یعنی وزر. نو هیله مند یم چې تاسو دا لغتونه په سمه توګه زده کړي اوسیږي. خب شاگردای عزیز، میرین به طرف فعالیت ها با خانه بنویس از گفته شیر را با معلم خود یک جا تکرار کنید. شاگردای عزیز، من شیر را به شما خواندم، شما هم شیر را پیش خود تکرار کنید تا شما بتوانید شیر را به شکل درستش بخوانید و همچنان مطلب و مفهوم شیر هم باید بدانید و در پهلوی ازی در مورد صلح هم آگاهی حاصل کنید. و همچنان شاگردای عزیز، گفته باید های زیر در کتابچه خود تکمیل کنید. شاگردای عزیز، این فعالیتی است که همه روزه ما کار میکنیم، این کارخانگی شما شاگردای عزیز باشد. شما این بیت ها را نظر به شعری که خواندین چی میکنین؟ خانه پوری کنین. حالا شما این فعالیت ها را بیشتر کار کردین و انجام دادن این فعالیت ها به شما شاید بسیار زیاد هم آسان باشد. گران زده کوونکو، تاسو فعالیتو لورته زو بخوانین ولوله بنویس، یعنی ولیکه دلته ویل شي دي چې شعر د ښوونکي نه پس تاسو څه شي کوئ تکرار کوئ. ما تاسو شعر ولوسته، تاسو هم شعر ولولئ. که کوم کلمې تاسو ته سخت دي یا په تلفظ کې تاسو یا نوې دي یا په تلفظ کې تاسو مشکل لرئ، تاسو کولی شئ چې د محترم کورنۍ نه هیله وکوئ او دا کلمې ورنه پوښتنه کوئ. بعد له هغې نه دا شعر څو ځلې تکرار کړئ تر څو تاسو وشي کولی د دغه متن چې سوله ده پاکله خسته شعر ولولئ او ژبه مو په دري کې هم لا نوره راوسي. او د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو، تاسو باید د سولې په اړه هم پوه شئ. او بل دلته ویل دي چې لاندیني بیتونه خپل په کتابچه کې ولیکئ او بیا یې تکمیل کړئ. موږ ته ګرانو زده کوونکو بیتونه راکړي منځ کې خانه خالي ګان دي، دا به د شعر لوریه ګورو او ډکوي. دا د موږ هر ورځنی فعالیت ده، یعنی همیشه موږ دا فعالیت کار کوو. نو دا فعالیت د تاسو کورنۍ دنده اوسیږي. اوس خو تاسو دا فعالیت ډېر په اسانۍ کولی شئ سرته ورسوئ. زما خپل په کتابچو کې ولیکئ او د شعر لوریه ګرانه زده کوونکو، کوم چوکاټ نه ده راکړی، فقط شعر ته به ګورئ. کوم باید چې راغلی نظر همغه باید ته به کارخانه خالیګان څه کوئ ډکوئ. نو لاړ به سئ تاسو کورنۍ دنده، تاسو کورنۍ دنده دا ده چې بشنو وګو ده که څو پوښتنې دي، تاسو به د ته جواب ورکوئ، ستاسو سوله وپېژندله، د سول په هکله هم ښایسته شعر ولوسته. بیا بېرته ګرانه زده کوونکو ما ته په کومنټ کې راولېږئ تر څو زه وګورم تاسو پوښتنې چې سم ځواب کړیم دي یا هم غلطه. او بل محاوره یا هم هغه مرکه ده چې تاسو به یو بل ترمنځ کوئ تر څو تاسو د دې عنوان چې مو ویلی د دې په عنوان په اړه په سمه توګه په دري ژبه خبرې کوئ. او لغتونه دي دری په دری به یې معنی زده کوئ. او کومې کلمې چې تاسو ته بله کارخانه کې چې کومې کلمې چې تاسو ته په متن کې نوې ښکاري هغه له کتاب نه بیرونویس کوئ او په خپل کتابچه کې په منظمه شکل ولیکئ او یاد یې کړئ. شاګردای عزیز، بریم به طرف کارخانګیتان. کارخانګیتان در بشنو بگو چند پرسش هاست او را انجام میدین. جوابش دوباره به ما در کومنت ارسال میکنین تا ما ببینیم کی ها جواب درست در کومنت به ما ارسال میکنه و کی ها بیشتر علاقه مند انجام دادن کارخانگی هستن. و در فعالی ازی شاگرده عزیز، شما محاوره میکنین. محاوره بر شما بسیار زیاد فایده داره. در مورد موضوعی که خواندین هم معلوماتتان بیشتر میشه و هم میتونین در مورد موضوعی که خواندین گپ بزنین. و همچنان در پلو ازی لغات است دری به دری شما منشد میگیریم و واژه های جدیدی که در خانه کارخانگی به ما دادن
در متن درس واژه های جدیدی که آمده ایرا بیرون نویس میکنید و در کتابچه به شکل منظم و پاک نوشته میکنید. پس شاگرد عزیز، این بود درس امروزی که برای شما ارائه کردم. امیدوار هستم از درس امروزی چیز آموخته باشید. شما دیدید که ما در مورد صلح گپ زدیم، دیدید که صلح بسیار صلح بسیار مهم است در یک کشور، موجودیت صلح، چرا که تمام موفقیت های ما مربوط به صلح می شود و همچنان کشورهای پیشرفت کرده می توانند که دارای صلح باشه و اگر صلح نباشه جنگ باشد، نه ما تحصیل کرده می توانیم نه ما پیشرفت کرده می توانیم. پس موجودیت صلح در یک کشور بسیار زیاد مهم می باشه. و شما هم دیدین که در متن درس و ما شعر آورده بود، شعر بسیار زیبایی که در مورد صلح بود و در شعر و ما کبوتره که کبوتر سفید نشان آزادی و آرامی می باشد و ما در شعر آورده بود و شما هم دیدین که در شعر ما تمامش در مورد صلح بود. پس شاگرد عزیز، این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. امیدوار هستم که از درس امروزی چیز آموخته باشین، کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین، دوباره به من کامنت ارسال کنین و اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شوین، صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد که من به شما حاضر میشم و درس جدید دری را بر شما ارائه میکنم، شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظتان.